بسم الله الرحمن پس از زنده خداوند کنم نعت رسول عربی
مکی همی مدنی سید لولاو کبیب یرم خالق یکتا مای اقلیم حیاکان هدا و اشرف آدم سر سردار جهان فخر رسول هادی کل احمد و محمود ابوالقاسم و زنبت کنم من قبط و امت و صفات ولی ایزد داور وسیع نفس پیامبر حسد الله علی ابن ابی طالب امام بحق و اول و هم آخر و هم ظاهر و هم باطن و فرمانده جن و ملک و کامد از جانب رب تا حد او فرزن خلق خدا را پسر ساقی کوثر اثر قدرت داور شجر فضل هنر صفدر میدان شجاعت قمر حال بنی هاشم علمدار سپهدار کماندان حسینی بلقه بیدر ثانی که زسام جسدش هیکل گردون به تکان آید و چون تیغ بلاریز و ینگام جدل رخ به نمایت زتف شوله به کوه و اجر افتد احدی از همه ذرات مقابل نتواند بشود همسر رزمش بشنو شمه و ازمش که بس فعین به وقت پدرش محمد انفیه به غذا رفت نمودرز بشد خسته حضور علی آمد من نمودرز که بفرست حسنین را پدرش گفت حسنین زاده پیغمبر خاتم بود و من نفرستم به غذا گفت محمد انفیه که روان جانب میدان به نمان علی امر به عباس بفرمود که ای جان پدر میر دلاور تو برو از رد عباس و فرمان پدر عازم آن مرک اگر دید حسنین آمدن گفتن پدر جان نگذارید که عباس رود یکه و تنها بکند جنگ بعدا تو بده همر به ما عرصه نفر تا که در آییم به میدان و ببینیم نظارا متفقن در صف اشرار شدن داخل ارگ و به مثالی که به یک گله روبا بشود شیر خدا هم لبر و یا که به یک خرمن کاباد مخالف بوزد آن سه گوردانه بستان ولایت و سه نوباوه بستان حمامت و دم تیغ شرر بار پدر بار بران قوم شتابیدن چنان جنگ نمودن که سنگ از دل پیر فلک در زدودن شدن معرکه چون معشر از غر سپهی کین همه مستر شده چون نور و مگز گشت پریشان و گریزان بشد از کشته ایشان پشتن و مایان مخالف همگی الحذر و الوله و شورش و فریاد به ایوب رسانیده حسنین آن دو جنابان سوی شاهین شای مردان برساندن خبر فتح غزا را و امی گوش روان بود که از آن جمله لشکر که اما بود 90,000 اما کشتم اگر نو نفرشان بخی و صف که ماندن نمودن فرار از بایشان باب و لوایج با
و شتام و از بمیران پس آنگه علیان ساقی کوثر به نمودم سوی مالک اشتر که برو از پای عباس ولی از عقب سر بروی چون برسی اسم مرا گیر و قسم ده که بگردد پسرم مالک اشتر به شتابید و بیامد ز پای مای بنی هاشم و فریاد زد ای ثانی ایدر باقی باب نیکوفر که تو برگرد به همره پدرت ساقی کوثر چشونید اسم پدر حضرت عباس نظر کرد سوی مالک و برگشت قزم فرکش و اشتر در و آمد به حضور پدرش شای ولایت بغلی لطف و مروبت بگوشود و بسر روی پسر بوسه زد و بوسه بسیار و تکرار به بازوی جوانش بزد و عشق روان کرد ز رخسار بپرسید ز آبا و فدایت پسرت فتح نمایان به نمود از چرا عشق میریزی شهیدین گفت ای اصحاب مرا از حدیثه که خبر نیست شما را کرب و بلا بود در آن روز غم اندوز جیگر سوز که شد کشت جوانان و جز از حضرت مظلوم و ابوالفضل جوان زنده نماندی کس دیگر چوبه شد نوبت عباس بیامد با حضور شیبی کس منمو درس که ای نور ادایت بده از لطف جازد که کنم جان به فدایت گوهر بحر مطلب دربار گشود و بفرمود برادر ندهم رخصت میدان که بناگاه یکی طفل 3 ساله ز حرمگاه رسالت بلب خشک و دو چشمان پراب آمد و مشکی بسر دوش نمود ارز که اما جگر تشنه من بین و رسان قطره آبی که علاک من و اطفال نبود همه شان و مروت نپسندد که خورم ها بمان مشک پر از آب نموده همان مشک پر از آب نموده و سوی خیمه فرسران صدا زد به سر سعد و لشکر نگذارید که عباس برد قطره آبی به حسینش که اگر قطره آبی برساند احدی زنده نماند پس از آن قوم بدائین زیسار و زیمین و زکنار و زکمین همچو مطر بر جسد انور عباس بباریدن زهر یک طرف نیزه و شمشیر و سپر و خنجر که به ناگاه یکی ضربت شمشیر لعینی به کجا آمد و تیر دگری دوخت کجایش بنشست آب دم پر صدا زد برادر تو برس بر سر عباس حسین ناله او را چشونیدی ز سرا پرده دویدی و بیامد به سر نعش برادر بفرمود بفرمای وصیت بگفت آمد بر آن جانب خیمه که خجالت کشم از روی سکینه که ورا داده بودم وعده براب نشد آب میسر چی کنم حکم قضا را صمدا بنده نوازا هدا فرد قدیما کریمی و رحیمی و بود رحمت تو آن دو فیل نبوی امت آسی به نما کرب و بلایا که نجف خاک خصوص احمد شیدای سیارو که خود حضرت محمود بفرمود که بخشم به تو فیل نبوی امت آسی همگی نام سیارا که مولایم ممیر المؤمنین از دنیا از فانی
ندارد بنیاد دم بدم بر گل رخسار محمد صلوات. آمد سلام محمد و آل محمد.